خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه افغان استریت فود ما. این بار افغان استریت فود آوردیم سراغ کله و پاچه، غذایی که بسیار رایج است. مردم بخصوص وطندارای ما که سمت شهر و بازار میایند، وقت نان چاشت میشه یا گشنه میشن، غذایی را که دوست دارن زیادتر نوشجان بکنن کله و پاچه هست. ما امیل از جای آمدیم که هم کله را به حساب یا خود خود یک نام داره دیگه، اینجا جور دارن پرسوز میگن، شو پرسوز میکنن، هم اینجا پاچه هست. از اینجا ما میریم باز مستقیم به کلا و پاچه فروشی ببینیم که در اونجا چه رقم هست بازار کلا و پاچه. باز اگر شد یکان خوراک موم نوشو جان خود کردیم، شما ببینین که مزه چه رقم هست. در اول ما متوجه بعض تصاویر دارم، اول دیدین شما که اینجا به قسمت لالای ما پرسوز که در روان است. والا آفرین برید آدم زنده رو رقمی نکنه. مانده نباشی، چی حال داری؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ ایرو خیرید؟ جور هستی. نام تا خوب بگو؟ نامم رومال. رومال جان، چی حال داری رومال؟ خوب هستی، چی حال داری؟ ساعت تیر از بخدا کتینه. یار از کجا میری؟ یا کوچه قصابی شارناب کشار میشه، ایجا مه باگ میشه. خب، ای به این شکلی شما میکنین اجرگا؟ پرسوز میشه، پاک میشه. هدف ما به اون شکلی که هستی؟ او را مرقم از قصابی میرین یا شما او را مرقم کلمل میکنین دیگه؟ کلا پاک میشه دوجوش. خب یک پاک شد باز پرسوز میسازه؟ پرسوز میزنید در بازار میشه. یک دانه ایزی چنده؟ یک دانه 3.5 ساعت، 3 ساعت. یک دانه 3 ساعت، 3.5 ساعت؟ آه در بازار میشه. چقدر درستی کار میکنی؟ زیاد میشه اگه 7 سال میشه. 7 سال؟ خوب میفهمیده سیستم های ازیو. نظر به وزن مفروشینش؟ نه همت راست دانگاکی کل چهار تا باچه. خب اگه مثلا کلیجی کتا باشه چی اونمو یک دانه ایزیو؟ کتا باشه پیسه کتا میرا 4 ساعت، 4.5 ساعت. 4 ساعت؟ اینا لو وزنای کل ازیو یک برابر است؟ خورد کلان داره 3 ساعت، 3.5 ساعت دار رنگ. مونده نباشه بازم، تشکر بسیار زد. بینندو عزیز، اینی هم پاچه ایست که میبینین پرسوز ساختش به مو شکلی که من گفتم اینه. این پرسوز ساخته، پاچهش هست و او هم فکر کنم تا اونوز پرسوز نشده. اگر کس بخواه بخره به احتمال زیاد که پرسوز هم میسازش. چه شده میشه آزادم یا خودت گپ میزنی؟ مونده نباشی؟ خوب است. نامکت خوب بگو. سلیم. سلیم جان، چی حال داری سلیم جان؟ ساعت تیر است؟ دم راست است؟ یه اردوش هست تو؟ آه ماشالله. چطور کورا پرسوز نساختی نیرساخت؟ اوی دیگه که دایش موی می داشته باشه بازو را پرسوز میکنه که موی نمونه دایش. بازوش که موی نمی باشه باز سفید میمونه میشه. یا پایای به احتمال زیاد گومیش است؟ یا گومیش است، پایش گو است. ای گومیش است، اونو گو است و اینا از بزغال اگر کار شد؟ ایام گو است، اونو گو ساله است. خو چندیز قیمت های از اینا؟ اینی هست 7 ساعت، اونو هست 4 ساعت، این گو ساله اگر کار 2.5 ساعت. 2.5 ساعت. این ارزان ارزانش 2.5 ساعت است. ارزانش 2.5 ساعت است. اما یک نرخ دارین یا تو تا بالایی داره؟ تا بالایی داره خود. یک نرخ بای که نرخ کس نمیخره. مثلا اگر از 2.5 ساعت کم بکنی چند کم میکنی؟ 2 ساعت. 2 ساعت. 50 روپیه اکشم. بخیر باشین، تو شکر. قبول نه. بیننده عزیز، من بینم طرف کلا و پاچه پزی. از اینجا میره به کلاو پاچه پزی که در اونجا باز ایره پخته میکنن، آماده میکنن. بعدش کسی که اشتها داشته باشه میره فرمایش میده. من این فهم که چه رقم قضایا داره در اونجا، باز دیگه گپا را میتونیم در خود کلاو پاچه پزی پیدا میکنیم که خوراک چند است، چه رقم از قیمت های از اینا. تو دام بیننده باشین. Thank you.
خب بیننده عزیز، ما آمدم داخل کلاو پاچه پزی. یک چیزی که مدام اول به شما تصویر نشان دادم، شما دیدین که چه رقم را پرسوز میکردن، خوره بالاخره از قصابی طرف میآوردن یه پرسوز میکردن، باز سر کسایی که کلاو پاچه مفروشن سر از اونا به فروش میرسانن. اینجا جای هست که اونمو کلاو پاچه را پرسوز ساخته. اینجا ما بعدش اینجا یک تای مراحل دیگه داره که جور میکنه، اینو آماده میکنه، بالاخره مشتری که اینجا ما یکان چیز برشون فرمایش میتم. من این فهم که چه رقم از قضایه از اینا و لاولم میره پرسان میکنم از امی رفیق ما، امی خلیفه ما که دیم پهلی ما هست. منده نباشه استاد جان، زنده باشین. تشکر است. تشکر، زنده باشین. نام تخبه نام محمد نعیم هستل الله. محمد نعیم جان، بله ها، ماشاءالله. رقم دست پاچه ای 36 رقم موادار جمعوندی تو یکمه که توضیح بیت برما چه رقم از خوراکش چی فرمایش ها میتن اینجا؟ پاچه هست، کله هست، هر نوه داره خوب. پاچه گوسپند هست، پاچه گوساله هست، پاچه گوسپند هم هست، چشم گوسپند هم هست، مغزش هر چیزیش چون مزه خاص خود داره دیگه. هر کس طبق فرمایش خود همه چیز فرمایش میتن، چه طبق فرمایش ما تیار میکنیم، برش روان میکنیم، مساله میکنیم، مرچ میکنیم، با آماده خوردن جورش میکنیم. خب اینجا که نفر بیا مثلا چی میگه؟ چه رقم بر ما چه رقم پاچه بدی؟ طبق فرمایش خودشان میگه، یک اون تا میکس میگه، یک اون تا خالص کله را میخوره، یک اون تا خالص مغز میخوره، یک اون تا پاچه گوساله میخوره، یک اون دونه پاچه گوسپند میخوره. میکسش چه رقم هست؟ میکسش هر چیز داره، مغز داره، کله داره، مثلا پاچه داره، گدوات هست دیگه. یک چیز دیگه هم هست، بعضی ها کلاو پاچه را دوست دارن، بعضی ها ندارن. دلیل چه میفهمی؟ دلیل از این را نمیفهم، بخاطر یکان تو چیز هست دیگه، یکان تو دوست نداره، یکان تو دوست دارن دیگه. یکان تو طبیعتش میشینه، یکان تو نمیشینه. یکان تو طبیعتش نمیشینه. خب من اینجا متوجه هستم، تو برمت فکر که یک دانه میکس آماده میکنی، چی مندازی تو برمت تشریح کو. خب اینمی هم که برای بیادر ما که جور میکنم، ما مکس جور از اول یک دانه دیگه جور که من متوجه نبودم که بیننده هم بفامن. بسیار خوبی را از بیادر ما را جور کنم. من او جور یک دانه چوکی که میموندی برات والا خیلی خوب نمیشد. والا چوکی خو جای ما کمک باره خورد است، یک دزم نزو چوکی را که بانی باز آجل کار نمیتونی دیگه، و چوکی را که بانی بسیار تال میخوره کار. خب شوکی را که مانی تنبل میشه دیگه آدم، تنبل میشه آدم. اینا را من منتظر هستم که بر ما یک دانه مکس جور بکنه. اما استاد که گفت مکس چه رقم است، ما ببینیم که مکس ازی چه رقم است. بله مکس لالا یعنی پاچه گوسپند است. پاچه گوسپند است یعنی لالا جان بغل بیناگوش گوسپند است. بغل بلاگوش گوسپند است یعنی زبان گوسپند است. زبان تو بی زبان خوبه، زبان گوسپند ها، زبان گوسپند هست اگر تا پاک میکنه، مثلا پوستش میکنه، توی تا میکنه، ما ماده میکنیم، چیزهایش که قابل استفاده نیست پس میکنه. میمونه بیادر این اگران چشم گوسپند هست، چشم گوسپند هست دیگه اینه چی شد مکس اینه نخوت و گندم رو علاوه میکنیم دسترش. این را پارسل کردم چون بیادر ما میبره. چیستن این را؟ این یکیش سیر است، یکیش مرچ است دیگه، شما مرچ سیاه است لالا جان. این سیر است؟ بله یعنی شما بیادر این سیر است، این مرچ سرخ است، این یا مرچ سیاه است مسئله بابش است. یعنی پارسل آماده شد؟ پارسل آماده شد. بینیدوی عزیز جالبی دیست که دینیم اینجا من میچوزی را که من میبینم کلشم کلش که میبینم مغزش علایده، چشم جامو بیشتر گفت چشم گوسفند، چشم گوسفند علایده، زبانش علایده، مغزش علایده، همون تو اگه بس بله چشمش علایده است، مغزش علایده است، زبانش علایده است، بیناگوش علایده است، بغل علاشهش علایده است. خب ایرم این نو که میارین؟ بله نو که میارین چی میکنین شما؟ ایره که نو میاریم لولا ایره در او داغ ترش میکنیم، باز کاردهای تیز داریم، خوب یک سطره پاکش میکنیم، دندانایش هم مشکنانیم،
زماقاو یایش قلش می تکونیم سطره میشیم میشه پایپ میگیریم ششتن میکنیم و توته توته میکنیم و ماده پخته جورش میکنیم دیگه زود او میمونین شکه نرم کنه خدا ها دا میمونیم که اگر هم چیز شوه هم نرم کنه کار میگیریم خوب سطره پاکش میکنیم تمیزش میکنیم زماقاوش می تکونیم آماده پختن میکنه میشه با زاو جوش میتیم دیگه مساله باب مندازیم در دیگه بخار کلان داریم مندازیم میشه سرش قایم میکنیم آتش میکنیم زیرش که ای استخوان ها خیخ خاطر چیه؟ ای استخوان ها از پایچای گویست پایچای گوی کلان کلان که است بازور تایی خود کاسه مانده نمیشه کلان است پایچای کلانش وسو میکنیم خورد خوردش میمانه خیره باز اینا را کسی فرمایش میته؟ ایچه که میایه؟ استخوان کلان خو قابل است مغز زیرش شاید بگیره مغزش داخلش یک قسم مغز چرب داره یگان تا طبیعتی خوش دارن میتکنین برش خو خو یعنی به شما میگه شما میتکنین باز مغز برزو میبرین آه بله آه ایره با مو خاطر مونده با مو خاطر مونده ما یگان تا مغز طول پای که میگه باز امورا میتکنین برش بیننده عزیز بیا فرض میکنیم دورش نه اینی پاچه را ببینین ای امو پاچه است که در اونجا بر ما نشان دادن این به این شکل بود تا کیره میارن دوباره پاکش میکنن بعدش بازی را دو گرم میمانن که شستشو شوند نرم شوند بعدش باز میارن در این نقطه میرسه در این نقطه که میرسه اینجا باز نفر میایه فرمایش میته امو تیگه پس این نقطه که رسید دیگه آماده پختن است آماده خوردن است مشتری ها میاد طبق فرمایشش کسی گوسپندی میخوره کسی گوساله میخوره کسی گوی خوش میکنه گوی پرتو بره ما باز طبق فرمایشش ما آماده میکنیم برشون خوراکای چند است بر ما دوباره خوراک ازی بگو مختلف است الله جان خوراک مشخص مثلا به غریبان بگو به پیسداران بگو دیگه مختلف است کسی میگه 100 بنداز بره ما کسی میگه 200 بنداز کسی میگه 150 بنداز یک اون نفر میگه 120 پرتو یک اون نفر که بیخی بیچاره است بدر 170 80 میخورن خو یعنی غریب غریب ما شاد برام آ یک 70 80 رو پر سرمایه‌دار ما 2500 سرمایه‌دار ها طبق فرمایش دیگه اون 200 2500 هم میگه پارتین برام اینا ما در کدام کاتگوری میایم شما را در کاتگوری وسط میگیریم لالا وسط نی ما را غریب بگیریم نه غریب نمیگیریم در وسط خوبیش هست خبر داری روزگار ژورنالیست‌ها بر از تغییر نظام سر خراب شده او قدر هم نه تا ما که میبینم نه باید خوب میبینین ظاهرا میبینید یعنی راستی راستی سر بازار ما تاثیر کردن بازار خود در مجموع کل افغانستان بازار تاثیر کرده کاروبار مشکلات مردم مشکل زیاد دارد شخصا خود ما کلگی در مجموع در یک کشتی سوار هستیم دیگه کار کم شده نسبت در قدیم کار کم شده باز یک گپ دیگر من وام میکنم وقت همی شاگردا دیجا یا استاد خلیفه که میشه شیشته برات گفتن نگفته دمی جریان کارم تو خوب شانگک میزنی والا طبیعی است دیگه که آدم خود یک ذره در وقت کار خود شور نته مثلا به این شکلی ات میشه مثلا میایم یک دفعه میایم نه او رفخانا که رقمی رقم میکنن چیز است که هر چیز که ترتیب خودش دم لذتش که نان بالا کنی نفر خوش هم میشه لذت هم میبره بسیار با لذت میخوره نوش جان میکنه بخیر باشین خداوند در کار و بارتون برکت برده بیشتر از این آیدتون زیادتر شو بیشتر از این مشتری هایتون زیادتر شو بر صورت ما از جمع کسایی هستیم بیننده عزیز ما را مزاحم میگن خب ما در اصل اومدیم مزاحمت کردن برای اینا فقط خواستم قربانتون سلامت باشین فقط خواستم امیر ببینم که یک کلاو پاچه را چه رقم آماده میکنن که بر ما سیستمش گفت که ما از شروع کار بر شما نشون دادم که کلاو پاچه را چه رقم پرسوز میکردن بعدش میام دنیجه آدم بر ما خلیفه یک دونه غریبانه جور میکنه امو تگه پس نه؟ طبیعی است یک دونه خیلی بینی غریبانه جور میکنه در مجرانی که غریبانه جور میکنه شما هم تصویر داشته باشین بعدش اونجا باز میریم نوشو جان خود کردیم اونجا بر شما تعمش هم میگم که چه رقم است مزدار است یا نه بیننده باشین
بیننده عزیز، ما گفتم بر مکدونا غریبانه آمدی، غریبانه زیر رقم والا سرمایه دارا مگه می رقم بخورن. این غریبانه ایش است که بر ما آماده کرده استاد، اما تو نوازش داده بسیار منظم. شما هم تصویر دیدین که جور کرد، هرچند استاد کمی تست کار کرد، ما یقین دارم تصویر شما دیدین که از چی بر ما جدا کرد. بالاخره ایره چی جدا کردی استاد؟ ای بر از این پاچه گوساله هم انداختم، برای از بیناگوش گوسپند هم انداختم، سرخی علاشه هم برای انداختم. خواه این همه قدر؟ بله. و یک چیزی دیگری که اینجا با متوجه شدم که تیم قاشق کم بلندش به گوسپندم بوده، از اینمی چیزه که گیده اون بغل داری اینی یکی رو از روغن خود کلاست، لذتش بسیار بالاست. یکان تا روغنش چون از دیگه علایده میکنیم لینه میمونیم، بسیاری روغن خوش ندارن دیگه، کسای طبیعی که خوش داشته باشه باز برش علاوه میکنیم. از بیننده عزیز یک چیز متوجه شدین نشدین؟ همی در فصل تابستان دم و گرمی ها که میرین آیس کریم میخورین، همی آیس کریم ها که میگیرین باز میگم او لوبیایش هم پرت و سر از اینه، ای از امو قسمت این کل یک طرف اینمی او لوبیایش دگه طرف از یعنی روغن کلا دگه طرف از. بله ها، خیر باشه استاد جان، زنده باشه. من میگم تو که از ما اونجا میرفتی میشیشتی، خب مشتری های زیاد است، اگر تو را بکشیم بازی تو خوب نمیه. یعنی والا فعلا خوب مشتری ها منتظر ببانه، بسیار کار خوب نمیه. مشتری های تخلص کنم تو وقت میرم میبرم دو اونجا میشینم، اگر آمدی پولی مشیشتی که خلیفت باز یکان قسمه داشته باشه. خوب است، مشکل نداره. سیس توکل بخواه. شما بیننده باشین، من یک دفعه میجا بچشم. خداوند به همه پدرها عمر طولانی نصیب بکنه. خدا ببخشه پدر مرم، ما که همیشه ایجا می آمدون که پدر ممی بودم، باز پدر مرم همیشه می آورد، بسیار شوقی کلاو پاچه بود، حتی گاهی وقتا به خانه هم می برد. باز مرم می آورد در میشار و بازار کلاو پاچه رو شجان می کردیم، هیچ وقت مزه از زان من هم میرم. خب به هر صورت فضا را تراژید نمی سوزیم، من میرم اونجا نوشی جانش میکنم، با شما بیننده باشین تا پایینه. خب بیننده عزیز، ادامه برنامه است. از جایی که کلاو پاچه را بر ما آماده کردن اینجا آورده، این به این شکلی دیگه. شما اونجا تصویر هرچند دیدین الان بر شما نشان میتم. کسی که در پلی من ششته ای مالک از همی هتل از به احتمال زیاد، یا کسی که از شانم جه همکار هست. خوب هستین استاد؟ سلام، خوب هستین استاد؟ خوب. نامتان خوب بگید؟ مصطفی هستم. مصطفی جان، اینجا چه کار میکنی؟ همینجا بخش مدیریتش به عهده دارم خودم. بخش مدیری از شما از دیگه اینجا؟ با نعیم جان هستم، برای بچه همیم هست دیگه، باز من بچه مامایشان هستم، برایشان همکار هستم. خب یعنی بیشتر کسایی که در اینجا مصروف هستن از خود هستن کلگی؟ بله ها، مستم نیم جان که پیشتر شما دیدین اونا بچه همیم هستن دیگه، بازی بچه هاست اینا که از ولایت آمدن هم اینجا زمستان مصروف هستن. خب بچه های هستن که از دوستا هستن، از آشنا هستن؟ او تو از دوستا هست دیگه، تقریبا آشنا هستن همیشون. از کجا هستین در اصل؟ ما از ترکمن هستن، دره ترکمن. دره ترکمن. بله. لهجهش فهمیده میشه دره ترکمن. انشاءالله اگر رضای خدا بود من میریم باز برنامه دیار ما را بیننده باشین. اینجا با شما حتما یک تصویر خواد داشتم دیگه. خودت از صبح تا شام اینم اینجا هستی؟ بله از صبح تا شام. درس مرز یا را چی کردی؟ درس ها اینا را که مکتب خواندیم، فانتون ادامه ندادیم. چرا؟ فانتون نشد دیگه با سلسله مشکلات، گرچه امتحان کنکورم دادیم با بهترین نمرم کامیابیم، با 291.71 در کامپیوتر ساینس در فانتون کابل کامیابم شدیم، نشد دیگه باز. ماشاءالله. یعنی نخواستین؟ نخواستم، خودمون نخواستم. چرا؟ نبوده مقایدیم کنم، چند سال 96 امتحان داده بودیم. خواه میگن همی سند 12 هم که باش داشته باشی، میگن دگان دارات دولتی که میرم و اصطلاح پدرم هست میگه پوز رو باوریز به درد میخورم میگه. حالا مو گفت بخیر باشی؟ بخیر باشی. من اچن آوردم پالی مشیشته، امیر اردی موتون روش جان میکنیم. شما هم میفهم که از بوش سیر هستین، شما هم محیطش هستین، حتما به شما زیاد پیش خودتان خورده، پیشتر از خودتان نوش جان کرده بودم. نوش جان، نوش جان. بینید عزیز، میره نوش جان میکنم. اینجا کت نان برابر یکان چیزای دیگه مو ای مرچ و لیمو، این چیزایی هست که دیگه اشتیار زیادتر میسازنی.
تقریبا دیگه ما تمش میکشن. خوبه، من نوشجان میکنم، شما تو وقت کم کم ببینین. عزیز، راستی راستی که مزه‌داره. من میگم اگر خانه رونده بودم قد من کمی دیگه میگیردم میبردم که خانه که تو دمکارا که نمیشه کجا برم. بسیار زیاد تشکر از خدا کتم. انشاءالله داین داغه تصمیم گرفتی حتما شروع کو بخیر. حتما انشاءالله بیا توکل چیز بخیر. ما رشته که میخواستم به او کامیاب نشدم. ما ادارات پالیسی آماره خوش داشتم، باز قدر سر خود مطمئنم نبودم، گفتم در کنکور در رشته اول انتخاب کردم کمپیوتر ساینس، در انتخاب اون نمره که گرفته بودی دو کامیاب میشید حتما اگر انتخاب میکردی؟ تقریبا ما انتخاب دوم اداره و پالیسی آمار انتخاب کردم، ما گفتم اون نمراتم کمتر از دمو خواه شد کامیاب شم، باز خدای دمو درجه اولش کامیاب شد، دمو انتخاب اول کامیاب شده بودم. بخیر باشی، بسیار زیاد تشکر. ممنون شمایی که بیننده برنامه افغان استریت فود ما بودین. از شروع کار پاچه و کلاو پاچه شروع کردیم تا نقطه‌ای که آماده کرد نوش جانش میکنیم، تا برنامه بعد که بازم با یک برنامه دیگه افغان استریت فود در یک جای دیگه خود بودیم، تا اون دمه تک و تک تانه بالله پاک و بینیاز میسپارم. الان نگهدارتان.